سلام. وزرا استیضاح خواهند شد یا مجلس نمایندگان؟ مجلس نمایندگان قرار است در هفته پیش رو روند استیضاح 11 وزیر کابینه افغانستان را آغاز کند. پیش از این نمایندگان مجلس استیضاح این وزرا را در 22 ماه قوس سال گذشته تصویب کرده بود، اما این کار به دلیل اختلافات در درون مجلس بعد از حضور 4 تن از این 11 عضو کابینه به تعویق افتاد و عملی نشد. آیا مجلس 11 وزیر را استیضاح خواهند کرد یا همان داستان سال گذشته تکرار خواهد شد؟ در کنکاش امشب به بحث و بررسی میگیریم. میهمانان ما در این بحث آقایان صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان، فیض الله جلال استاد دانشگاه و زلمه زابلی عضو مجلس سنا هستند. قابل یادداوری است که آقای جلال تا دقایق دیگر با ما خواهند پیوست. بسیار خوش آمدید. آقای نیلی با شما آغاز میکنیم. 11 وزیر هفته پیش رو استیضاح خواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و جناب دکتر صاحب و بینندگان خوب تلویزیونی تولو نیوز. بحث استیضاح وزیرا از سال گذشته هم که شما گفتید یادآوری کردید باقی مانده. بار دیگر کمیته رؤسا تصمیم گرفته که برای روز دوشنبه هفته پیش رو بحث استیضاح عملی کنه. بله، طبق فیصله کمیته رؤسا روز دوشنبه هفته آینده انشاءالله بحث استیضاح وزیرا مطرح خواهد شد و امیدوار هستم که این بار پارلمان افغانستان موفق شود که در بخشی نظارتی خود که بخش کلانی کاری ولسی جرگه و پارلمان یا و شورای ملی افغانستان است موفق شود که بپردازه و وزرای محترمی که مورد سوال قرار میگیره بتونه اونا رو مورد سوال قرار بده. شما شاید هستین که در گذشته مطرح شد که یکی از دلایلی که مجلس نمایندگان نتونست 11 وزیر رو استیضاح کنه اختلافات خودشان در درون مجلس بود. آیا این بار این اختلاف ها رفع شده؟ نه، ما به این باور هستم اختلافات همچنان سر جای خود باقی هست. دو سه تا عامل اختلاف در بین پارلمان افغانستان وجود داره. یک بحث حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان در تلاش از این است که تعداد از وزرا در از این استیضاح اشرار نکنه. همونطوری که شما شاید هستید که سال گذشته جناب رئیس جمهور 4 تا از وزرا را من کد از آمدن در پارلمان افغانستان، 7 تا از وزرا آمد در پارلمان برای عملی استیضاح. یک بحثی بحث است. بحث دیگر در درون خود پارلمان افغانستان دیدگاه ها متفاوت است در درون ولسی جرگه افغانستان. حالا اون چرا که مطرح کردیم برمیگرده به اختلافات در درون مجلس. شما میدونین که نگرانی از خود حکومت افغانستان در درون مجلس بیشتر است که کارهایشان را اجرا نمیکنه یا عملی نمیسازه. اختلافاتی که مطرح شد در درون مجلس است. آیا دیگر این اختلافات وجود نداره که بتونین 11 وزیر را یک دست البته استیضاح کنین؟ من فکر میکنم که این انتظار منطقی نیست که ما از مجلس یا از مثلا ولس جرگه افغانستان انتظار داشته باشیم که هرگز با هم اختلاف نداشته باشه. شما میفهمید که ولس جرگه یا پارلمان افغانستان مجموعی از نمایندگان مردم افغانستان آمده، از افکار و اندیشه های مختلف در درون پارلمان آمده. ما سیستمی ایزبی نداریم در درون پارلمان. اختلاف یک امر طبیعی است. در هر موضوع اختلاف وجود دارد، اما در موضوع وزرا بحث اختلاف که وجود دارد بحث برمیگرده به نحوی استیضاحی که انجام شده. شما ببینید سه کاتگوری وزرا مورد استیضاح قرار گرفته. قسمت از وزرایی که امروز مورد استیضاح قرار میگیره اینا در سال 1390 که بابت قطعیه سال 1390 اینا مورد استیضاح قرار میگیره، در وزارتخانه خود در مقام اول نبوده، این به حیث وزیر ایفای وظیفه نکرده. یک تیم دوم یا کتگوری دومی از وزرایی که مورد استیضاح قرار میگیره کسانی است که ادعا داره و دلایل موجه هم داره که 50% بیشتر بودجه خود مصرف کرده. دو و دسته سوم کسایی است که از 50% بودجه خود کمتر مصرف کرده. پس این سه تا عامل که دو تا عاملش یکی مثلا مصرف بودجه از 50% بیشتر بوده باشه، یکی وزرایی که در ازو دولت در مقام وزارت نبوده، اینا دلایل اختلاف شده باعث ازی شده که تفسیرهای گوناگونی از صورت بگیره از استیضاح. حالا این بخش را که شما اشاره کردین و مشخصا اختلافی که مطرح میکنیم روی در این میز روی استیضاح وزراست، این شما هم کاملا میدونین. این اختلاف در گذشته هم وجود داشت که شما بر به سه بخش تقسیمش کردین، مخصوصا وزرایی که پیش از این به این وزارتخانه ها نبودن یا وزیر نبودن در این وزارتخانه. آیا همین اختلاف ها در این مورد هنوز هم پابرجاست؟ یقینا پابرجاست.
حالا یکی از دلایل که شما در سال گذشته نتونستین استیضاح کنین بر علاوه عدم فرستادن حکومت افغانستان که 4 وزیر خود را نفرستاد همین بود. این بار چطور با موجودیت این اختلاف میتونین 11 وزیر را استیضاح کنین؟ البته یاد شما نره و یاد بینندگان محترم شما نره و در سال گذشته ما نمیگم اختلاف نبود، اختلاف بود، ولی حکومت ریاست جمهوری فرمان داد این دار نگذاشت پارلمان افغانستان بیه برخلاف اصول و برخلاف قانون. کاری که رئیس جمهوری افغانستان انجام داد برخلاف اصول برخلاف قانونه. چرا ماده ما اگر اشتباه نکنم ماده 122 قانون اساسی افغانستان یکی از صلاحیت های اختصاصی پارلمان افغانستان استیضاح وزرا را میدانه. استیضاح وزرا لزوما دو تا چیز با خود امرا نداره. باید بینندگان شما و شنوندگان شما که صدای ما را بشنوند توجه داشته باشند، یکی لزوما به معنای رفتن به سوی صندوق نخواهد بود استیضاح، چون بعد از اون که وزیر مورد استیضاح قرار میگیره میه صحبت های خود میکنه، این دفعه پرسان میکنه که آیا این قناعت بخش بود یا نه. پس معنا مفهومش این نیست که حتما به سوی مثلا صندوق گذاشتن میره، یک موضوع، و دوما لزوما به معنای سلب صلاحیت یا سلب گرفتن رأی اعتماد از وزرا نخواهد بود. خیلی اوقات است وزیرای مورد استیضاح قرار میگیره، شاید جوابایش هم برای بعضی از وکلا قناعت بخش نبوده باشه، صندوق هم گذاشته شده صندوق رأی اعتماد. در اصول وظایف داخلی مجلس هم استیضاح مطرح هم استجواب. آنجا که شما در نخست مطرح کردین این را اسمش را نمیگذارین استجواب. نه، استیضاح ببینید استیضاح 3 تا مرحله داره. یک مرحله مرحله است که وزیر میه برای نمایندگان مردم جوابات خود میده. دو مرحله از او بعد از او شروع خواهد شد، مرحله آیا قناعت و عدم قناعت و مرحله به سوی رفتن صندوق که رای خود نمایندگان دوباره از اونا میگیره یا دوباره رای اعتماد به اونا میده. پس این به این معنا نیست که هر موقعی که بحث استیضاح مطرح شد معنای چیست که وزیر رخصت کنه تا خانش روان کنه. اکثرا تفسیر چیست؟ اکثرا از استیضاح تفسیر چیست که وقتی استیضاح میشه حتما باید رای اعتماد داده بشه. بحث بیشتر میکنیم آقای نیلی، باز هم میخوایم تاکید کنم روی اختلاف هایی که در مورد وزرا وجود داره. یعنی شما بیشتر اشاره کردین که مشکل اساسی را حکومت افغانستان ایجاد کرد که 4 وزیر را به مجلس نفرستاد. گفته میشه که در مورد این 4 وزیر در درون مجلس هم شماره از نمایندگان اختلاف داشتند، چون اونا هم تاکید داشتن که اینا قبلا زمانی که روی بودجه بحث کردن یا مصرف بودجه توسعه اینا وزیر نبودن. این اختلاف هنوز هم وجود داره و اگر وجود داره در دوشنبه هفته پیش رو چطور میتونین 11 وزیر استیضاح کنین؟ من واقعیت را که با شما بگم یقینا در بین خودی ولسی جرگه افغانستان هم در از این مورد بله اختلاف وجود داره، این قابل رد نیست. شما بارها از رسانه ها شنیده دیدی از نمایندگان استدلال که شما میکنه هم استدلال میکنه، ایده از نمایندگان استدلال میکنه. اما دفعه پیش که عاملی با ازی باعث ازی شد که استیضاح صورت نگیره فرمان رئیس جمهور بود که ممانعت کرد 4 تا وزرا را که در پارلمان نیه. این بار ما به این باور هستیم که بازم رئیس جمهور همچنان سر از گپ خود ایستاد خواهد بود، همچنان 4 نفر نخواهد فرستاد تا اینکه بیا اینا در درون پارلمان ما شاهد از اختلاف در درون نمایندگان مردم بوده باشیم. رئیس جمهور فرمانی که داده فرمان خود یک بار دیگه تجدید خواهد کرد، ممانعت خواهد کرد 4 تا وزیر. حالا بر علاوه حکومت افغانستان یا رئیس جمهور افغانستان این اختلاف در مورد 4 وزیر هنوز هم در درون مجلس میان نمایندگان پابرجاست. بله، بسیار تشکر. آقای زابلی شما چه فکر میکنین که آقای نیلی اشاره کردن که هنوز هم حکومت افغانستان تمایل نخواد داشت که 4 وزیر بفرسته، فکر میکنین که مجلس میتونه بر روز دوشنبه آینده 11 وزیر را استیضاح کنه؟ بسیار تشکر، سلامت علامت به شما به جناب وکیل صاحب و بیننده محترمی تلویزیون طلو. ما مینیسی ای که ما عضو ولسی جرگه نیستم ولی مینیسی یک عضو پارلمان در مجموع اگه ایزار نظر داریم در مورد که ما ایزار نظر کنیم خدا کنه جناب وکیل که فکر شخصی ما مست خفه نشه واسه پیش ما. ما و شما میبینیم که در طول یکی دو سال وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله یک دفعه مات پر استیضاح. همین مجلس محترم که فلسطا از وزیر صاحب دفاع رای اعتماد گرفت گفت اینا درایت نداره، ولی برعکس چند روز بعد همین وزیر صاحب دفاع فلی ما شما را از وزارت داخله او را بی کفایت خواند رای اعتماد گرفت. پس دوجا یک وزارت بسیار مهمتر که وزارت دفاع است به اونا رای داد. یکی وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ ما شما شهر هستیم که 62 رای بعضی دوستای ما اوجا که من همایش از بعضش یاد دارم اونا امضا گرفت که بعد استیضاح شوه، ولی در ظرف یک پنجشنبه و جمعه یکی کدام
آفت نازل شد پس عمو مردما در مجلس عمومی شان گفت که ما امضای خود گرفتیم وزیر تابعیت استزاده نشوه ی دو وزیر تابعیت انرژی و برق آمد و بسیار فشار یا گفت که در پکتیا و در کجا و کجا خصوصا در مناطق پشتونشین یک کار نکرد که واقعا هم نکرد ولی پس امون اکثر وقتی صاحبی که از امون مناطق پشتو زبان بود پس از طرف ریاست جمهوری بهش گفته شد که شما صحبت ها را نکنین رای بدید رای داده شد این مثال را به خاطر یاد کردم که در مجلس عمومی ای که دوستای ما وجه میکس است یک اختلاف یک امر طبیعی است ما میپذیریم ولی اشاره این دلایل را که شما اشاره کردین از وزیر دفاع گرفته تا وزیر انرژی و برق یک بار یک حرف مطرح میشه اما زمانی که روز تصمیم گیری فرا میرسه نتیجه چیز دیگری رقم نتیجه... میخوره شما دلیل را در کجا میدونید دلیل ما دی میدانیم که اصلا در مجلس محترم اولس جرگه بعض اشخاصی است که از خود اراده تام نداره بسیار ملزات دیگر نسبت به مسئله ملی در نظر میگیره که ملزات تنظیمی است و مداخله حکومت است فساد مالی است و بعضی ملزات تنظیمی و نمیفهم منطقه‌ای و لسانی و بعضی گپ اضافی که برای ما چندان اهمیت همیش نداره اونا این چیزا رو مدی نظر میگیره دفتا اراده خود تغییر میده در غیر از وقت که یک وزیر اونا بفهمه که وزیر داخله نمیتونه وزارت داخله پیش برده چطور میتونه که از او قدر صد مرتبه بلندتر یک وزارت به اونا باز اعتماد به نظر شما دلایلی که مطرح میکنین بیشتر در مجلس کدام دلایلی که شما مطرح کردین مطرح است فساد یا نفوذ سیاسی فساد چه از جانب فساد حتما است اگر فساد نباشه این قدر موضوعات در ظرف یک روز دو روز قابل تغییر نیست یکی و دیگه باز دوستای ما دو وجود از شخصیت های بسیار به سطح به اصطلاح افغانستان ما شما کنه قبول شده است ولی از کسایی که یک دفعه یک چیز میگه بسیار در ظرف یکی دو روز اراده خود تغییر میده تصمیم خود تغییر میده که با همین ملحوظات دیگه بیش از اینکه اونا ملی بیندشه با ملحوظات تنظیمی خود بسیار ارجحیت میده با ملحوظات منطقوی خود بسیار یا احترام میگذاره که برای ما غیر قابل تحمل است. پس با توجه به عواملی که شما اشاره کردین که از این عوامل مجلس نمایندگان متاثر است دوشنبه آینده گفتن که 11 وزیر یا روند استیضاح 11 وزیر آغاز میشه این کار را انجام داده میتونن یا نه؟ ما که با تجربه سابقه میبینم ممکن یک وزیرم ایتو استیضاح نشو چیزی که جناب وکیل صاحب گفت که ما استیضاح میکنیم ولی رای عدم اعتماد در اول مطرح نخواهد بود این به این معنی است که وزیرا را میخواه پرسانش خواهد کرد پرسان خواهد گفت که ولی اکثرت قناعت خود اصل کرد وزیر صاحب بر پس به وزارت خود حالی ما و شما هستیم کدام وزارت کار کرده در شرایط فعلی از کدام وزارت میراث ما و شما خوش است که ما به منیس یک وزیر پارلمان از اونها خوش باشیم کدام عمل کرد بدون از اینکه یا بودجه اونها را ما و شما در نظر بگیریم که یا 50% مصرف کرده یا کم یا بیش یا فرضاً اصلی یا حالا در مورد 11 وزیر چی میشه شما سه نمونه را ارائه کردین وزیر داخله پیشین کالا وزیر دفاع شما گفتین که وزیر داخله سلب صلاحیت شد بعدش در پست وزارت دفاع بر اینا رای اعتماد داده شد و همچنان وزیر اطلاعات و فرهنگ استیضاح شد اما دوباره استیضاح به باور شما لغو شد و مسئله وزیر انرژی و برق هم که گفتین که اینجا حکومت خواست که دوباره پا بر جا باشه ای بار در مورد 11 وزیر کدام عوامل بیشتر نقش خواهد داشت؟ عین امو به اصطلاح عوامل و اسباب فساد نفوذ حکومت نفوذ گروه سیاسی دیگر حکومت خود یک چیزی طبیعی است که باید مداخله خود بکنه چی به شکلی توزیع کردن پول و یا امتیازات و چی به شکلی که در گروپی حکومت بعضی دوستای ما عملا اونا همکاری داره ولی اصل وجه تنظیما آزاد سیاسی کار میکنه که اونا را نمیمانه که یک وکیل به شکلی که باید بیندشه ملی بیندشه اونا را با مو اراده آزاد خود اونا را معمولا جلوگیری میشه که ما سخت از اونا خفه هستیم یک مثال دیگه برتان میگم مجلس محترم ولسی جرگه از می رئیس صاحب گرفته اگرچه مجلس آیت اداری محترم ولسی جرگه و مشاور جرگه اونا حق داره که لمبر پلیتای خود با میم جیم یا یو جیم اونا نصب کنه ولی متباقی اعضا قانون ما شما نداریم ما شما از خود قانونی ترافیک داریم یک عضو پارلمان البته از ولسی جرگه در مجلس خود هم انتقاد نکرد که او بیا در ما شما محترمی که ما شما لمبر پلیتای شخصی خود ما شما را اوج نصب کنیم امکان داره که جواز سر
نداشته باشه، امکان داره اون موتور مالیه مالیش به اصطلاح گمرک نشده باشه. این چیزایی است که ما الان نمی‌بینیم. یا فرض ما شما در مجلس ولسی جرگه متأسفانه می‌بینید که 20 نفر میباشه. آیا به 20 نفر در جلسه گذشته یا 3 تا کنوانسیون بعد تصویب میکرد که نشد؟ این تمام چیزایی است که ما به علاقگی باز دوستای ولسی جرگه می‌بینیم و سخت متاثر میشیم، چون ما خودمو عضو پارلمان هستیم. ای کلیگ با من برمیخوره وقتی که در جای میشیدیم در رسانه سره ما منتقد میشه که شما مردمی هستین که لمبر پلیتا به وجه که طبق قانون را شما ام پروسیجر تای کنین سر به خود فلز گرفتین میم جیم نشتا کدین میرین. خیلی تشکر. آقای جلال بسیار زیاد خوش آمدین. آقای نیلی اشاره کردن که تصمیم برازی گرفته شده که روز دوشنبه استیضاح 11 وزیر اجرا شود. آقای زابلی اشاره میکنن که با توجه به عمل کردی که اینا در گذشته داشتن حتی یک وزیر هم نمیتونن استیضاح کنن. دیدگاه شما چیست؟ سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر بینندگان تلویزیون طلوع و دوستای دور میز. ما فکر میکنم آقای زابلی بسیار دقیق به این مسئله اشاره کردن. میگه هرچی بگندد نمکش میزنن، وای از آن روز که گندد نمک. متاسفانه مردم افغانستان از پارلمان افغانستان بسیار امید داشتن، اما با سیاست های زید نقیص کی سیاست هم سرمنشه میگیره، سیاست های زید نقیصی ریاست جمهوری و معاونین محترم شد. و دوز بازی هایی که ترکی زابلی سه بشاره کردن، تنظیم ها و گروه ها و احزاب سیاسی که اعتبار پارلمان افغانستان زیر سوال قرار داد. استجواب و یا بعد از او استضاء فکر میکنم کار بدی نیست، در تمام دنیا است، حتی در پیشرفته ترین کشورها است. حالا شما شاید هستید که در سال گذشته، البته در 22 قوس سال گذشته طرح استیضاح تصویب شد، اما مجلس نتوانست که 11 وزیر را استیضاح کنه. اختلافات در درون مجلس میان نمایندگان مجلس وجود داشت و همچنان حکومت افغانستان هم 4 وزیر خود را حاضر نشد که بفرسته. ای بار چی فکر میکنین؟ شما هم بعضی از عوامل اشاره کردین که ای بار موفق میشن که 11 وزیر استیضاح کنن. خب ایر آقای نیلی هم اشاره کردن که استیضاح به معنای سلب اعتماد نیست در گام نخست. بله. ببینین من معذرت میخوام، شاید بزرگا سر موضوع صحبت کرده باشن. استجواب از نظر حقوقی یک مرحله ویژه است، استیضاح یک مرحله دیگه است. استجواب یک وزیر میخواهند، سوال جواب میکنن، وزیر جواب میده، اما هنوز سلب اعتماد نشده. اما اگر در با استیضاح رودرو میشوه و در استیضاح سوالای قناعت بخش نداره و پرسش ها را درست جواب نمیگه، در او صورت سلب اعتماد میشه. بلی خلاص از دیگه وزیر نیست. و ما با تجربه هم دیدیم که بعضی وزیرها سلب اعتماد شدن، اما یک سال و حتی بیشتر به عنوان سرپرست ماندن. دولت هم نمیخواه که پارلمان درست تصمیم بگیره، بعضی از وکلای محترم هم نمیخواهند که درست تصمیم بگیرن. کمی گندم تر است و کمی آسیاب کند، از هر دو طرف یک رقمی شده. شما قبول بکنین که پارلمان افغانستان چشم امید ملت افغانستان بود، در تمام دنیا چشم امید است، اما در افغانستان با تمام قدرت کوشش کردند که اعتباری از ایره، استقلالیت از ایره زیر سوال قرار بدن. مثلا همینطور که آقای زابلی اشاره کرد، وزیر داخله قبلی که حالی وزیر دفاع شده و بعضی از وزرای دیگه که از اونا نام گرفتن، من آگاهی دارم، اطلاع دارم که بر یکی از اعضای پارلمان موتر زیدی گلوله بخشیدن. دیگه و یک تعداد، من فکر میکنم اینطور نیست که در پارلمان هم آدم های با احساس، آدم های شریف، آدم های با دیانت نیست، آدم های شریف روان است، اما تعداد اشخاص معاملگر، تعداد اشخاص استفاده جو متاسفانه در پارلمان زیاد است. حالا شما پیشتر هم اشاره کردین که در هر کشور استیضاح معمول است. خب شما شاید هستین که پارلمان افغانستان هم در گذشته این کار را تجربه کرده.
این بار با توجه به عواملی که شما اشاره کردین که اینجا هم حکومت نفوذ داره هم فساد وجود داره در مجلس، این بار میتونن 11 وزیر را استیضاح کنن؟ من فکر میکنم که یک سالگه از دوره کار آقای حامد کرزی باقی مانده، یک سال چند ماه دیگه بهتر از وکیل صیبا هیچ کس استیضاح نکنن. بانن اینمی رژیم، اینمی رهبر، اینمی معاونین، اینمی چور و چپاول در مرکز، در ولایات و در سراسر کشور. حالا این رهبر میتون بر وجه مجلس که زیر سوال میره اگر این کار را نکنه مجلس. ببینید مجلس کارش ارتباط داره با حکومت، حکومت ارتباط داره کارش با مجلس. اگر این مجلس هم میماندن، این مجلس شاید به امی رقم سرنویش رودرو نمیشد. ما بازم تکرار میکنم که در این مجلس آدم های بسیار شریف وجود داره. کی ماندن هم آدم های شریف هم. حالا بسیار شخص اگر اشاره کنید که انتقاد میکنیم متاسفانه تا شاید یک تعداد دوستای ما در پارلمان باشه اونو خفه شود. حالا در آخر اما واقعیتش ایست که پارلمان نتونست اما هیبت خود اما عظمت خود اما توقعی را که مردم افغانستان از پارلمان افغانستان داره اما را نگاه کنه. با موجودیت چند فردی رشوخوری استفاده جوی آلای دست وزیرا، آلای دست معاونین رئیس جمهور، آلای دست شخصی رئیس جمهور. حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره میکنید در آخر روز مجلس میتونه ای بار تصمیم گرفته؟ من باور ندارم، من ایمان ندارم. به خاطر چی باور ندارم؟ به خاطر از این که با تمام احترامی که به بعضی از وکلای محترم دارم که دوستایم هستند و آدمای بسیار محترم هستند، اینمی پارلمان استقلال نداره. خیلی سپاس آقای نیلی. پارلمان استقلال نداره و آقای زابلی هم گفتن که شما حتی یک وزیر هم استیضاح کردن نمیتونه. تشکر از اشراک کننده ها و از دوستا و دکتر صاحب و استاد که صحبت کردن. من اگه اجازه باشه در اطراف صحبت های از نگم در مکس کنم. شما ببینید در خیلی از پارلمان های دنیا مرسوم به ایزی است که یک استیضاح را در دست میگیره ولی استیضاح انجام نمیشه. مردم مثلا اما عملی استیضاح را انجام نمیده یا ورق را که برای استیضاح حتی در حیاتی داره تحویل کرده پس میگیره. در دنیا زیاد مرسومه ای. ما نه به خاطر توجیه اعمال پارلمان میخوایم میگم میزنم، ما میخوایم یک واقعیت ها رو بگم. ببین یک دفعه بحث شعاری هست، بحث است که ما بگیم که مثلا مردم خوش بیه، یک دفعه بحث واقعیت هاست. در درون پارلمان در خیلی پارلمان ها هست، شاید مثال های زیاد داشته باشه. یک گپ دیگه در مورد وزیر داخله که جناب دکتر صاحب اشاره فرمود که از وزارت داخله سلم سالایش شد رفته بالاترین وزارت دفاع، من فکر میکنم این هم قابل، نه اینکه بازم تاکید توجیه کنم، ولی قابل توجیه است. یک نفر میتونه در پلیس کار سی انجام داده نتانه ولی میتونه در مثلا اردو کار سی انجام داده بتانه، چون دو تا مثلا وظیفه مشخص است، دو تا نهاد جدا از هم هست. اینطور نیست که هر کسی پلیس خوب نبود حتما نمیتونه اردوی خوب بوده باشه. لازمی از این گپ نیست. البته دفاع نمیکنم از این کار پارلمان. اما بیایم در ارتباط استاد که میگه که وزیر داخلی سابق مثلا احمد مترجد گلوله داد، بسیار خوش شدم از صحبت اینا. ما انتظار داریم از مطبوعات، از جامعه مدنی، از استادا، از دانشجویان، از مردم خود که موردی هست میره افشا کنه. حالا حداقل افشا کنه. ببینید بله هیئت اداری وجود داره و کمیسیون های کار میکنه. مجلس چطور موفق نشده که حداقل اسنادی را به دست بیاره و بر رسانه بتون تا افشا سازی صورت بگیره؟ خب الان استاد گفته ما استاد تقاضا داریم اسناد ارائه بده، نفر مشخص کنه، محترم مشخص کنه، شما مطبوعات هم فوکس کنید که انشالله همی آغاز هم از کار شد. بسیار انتظار داره. ما رد نمونه که اگم چیزی اتفاق نفتاده، این به معنی از نیست که استاد یا او چیزایی که جناب دکتر صحیح بود ما رد کنم. این و چیزا هست، ما میشنیم، انصافا میشنیم. اما آن چه که ثابت بسازه یا اسنادی که ثابت بسازه بر شما نرسیده. خب انشالله موتر خوب مشخصه، گرندیش هم مشخصه، دادنش هم مشخصه و دلیل دادن هم وقت باز مشخص میشه که به چی دلیل گذر. شما آنچه را که آقای جلال اشاره کرد شما میدانین که چه فردی موتر است؟ من نمیدانم، انصافا من نمیدانم. ما فرد نمیشناسم. جناب استاد جلال گفت بسیار خوش میشم که میره بیاید مطبوعات بگه فلانی وکیل فلانی ولایت بابت از این کار از وزیر داخله مثلا این معتر گرفت، او وقت دیگه بررسیش مربوط مثلا اوگانهای عدلی و قضایی خواهد شد و قسمت هم برمیگرده با پارلمان افغانستان که به چی دلیل یک وزیر مثلا معتر زیده گله میده برای چی؟ برای کسایی که در پارلمان افغانستان هست. در از این مورد من معتقد بیستم. اما در مورد از این که حتما بازم تاکید میکنیم
برای بینندگان شما واضح شود که استیضاح معنا مفهومش این نیست که وزیر رخصت اون در خانه‌ش روان کنه. حالا آقای جلال هم تاکید به این نکته داشتن که استیضاح به معنای سلب صلاحیت نیست. بله. اما اینا اشاره میکنن که شما نمیتونین این کار را انجام بدین. نخست کاملا استقلال مجلس را زیر سوال میبرن که مجلس استقلال نداره و آقای زابلی هم اشاره میکنن که فساد وجود داره و یعمل دست را به دست هم داده که شما نتونین حتی یک وزیر هم استیضاح کنین. در از اینی که علی مجلس توطئه های جریان داره، در از اینش من هیچ تردید ندارم. در از این قضیه تردید ندارم. چی حکومت چی مثلا شاید دستای دیگه در پشت سر حکومت یا دستای دیگه وجود داشته باشه، در از اینه که بعضی اعضای پارلمان واقعا استقلال نداره. با گپ دکتر صاحب گپ جناب استاد جلال ما موافق هستم. یقینا گاهی اوقات است که همین وکیلا یک لحظه یک مثلا 10 دقیقه پیش یک نظر میده ولی 10 دقیقه بعد همین نظرش تغییر میکنه. حالا شما هم که میگین اما این به معنی از این نیست که پارلمان استقلال نداره، پارلمان نمیتونه مستقل عمل کنه. شاید در بین پارلمان اعضایی بوده باشه این گونه، ولی اکثریت تصمیمایی که شما میبینید و میشنوید و شاهدش هستید که پارلمان افغانستان مستقلا تصمیم خود شما را از چالش ها را یا مشکل را در مجلس شما هم میپذیرین. حالا موافق حرف آقای زابلی هستین که شما نمیتونین هفته پیش رو یک وزیر هم استیضاح کنین. اگر استیضاحی بازم تاکید کنم استیضاحی از این بوده باشه معنا مفهومی بوده باشه که 11 وزیر باید ما رخصت کنند خانش، بله یقین داریم که نمیتونیم این کار که 11 وزیری که دلیل استیضاح است. حالا آنچه که تعریف استیضاح است و شما هم تاکید اجازه دارید من میگم خود رد صلاحیت نیست. حتی بر همین کار هم شما نمیتونید اجازه بدید انجام بدید. با معنای از اینکه 11 نفر ما رد صلاحیت کنن، نه، ولی در بین از نا کسایت من رد صلاحیت خواهد شد. تعدادی از نا شاید مثلا جوابش قناعت بخش بوده باشه برای پارلمان افغانستان و اینطور نیست که اینا جوابی مثلا قناعت بخش نداشته باشه و 4 تا وزیر اصلا بحث صندوق عدم اعتماد مطرح نیست. 4 تا وزیری که فعلا وزیر ولی در اون موقع وزیر نبوده. آقای زابلی شما شنیدین که اینطور نیست که اینا نمیتونن حتی یک وزیر هم استیضاح کنن. در گذشته هم تجربه نشان داده که مثلا در مورد 11 وزیر تنها حکومت 4 وزیر را نفرستاد. اینا فرا خواندن وزرای متبقی را به مجلس و اینا میگن که خب 11 وزیر هم سلب صلاحیت نمیشن، اما تعدادشان شاید سلب صلاحیت شد. این را خب ما شما میمنیم به آینده الغیب عند الله. ما شما تنوز نمیفهمیم که قضاوت بکنی، ولی چیزی که از دلایل پیشتر از تجربه سابقه ما شما چیزی دیدیم از پارلمان به اصطلاح از ولسی جرگه، شخصا خودم هم نیست یک تبی افغانستان چنین توقعی ندارم. چرا ما میبینیم از نزدیک که چی میگذره؟ یک مثال برتان میگم. چند وقت پیش در خودی جلسه عمومی ولسی جرگه در مطبوعات نشر شد که یکی از وکیل صاحبانی که یک وکیل صاحب انتقاد کرد، وکیل صاحب دومی که از کابل بود، او را تایید کرد که من ششتا بودن، گفت یک وکیل زنگ زد که جناب رئیس صاحب تو اگر رای میخوای البته ریاست کمیسیون بده انتخابات، گفت اگر رای مرا میخوای خیلی $3,000 مرا بتی. فکر میکنم که هر کمیسیونی که بود باز در موجه رئیس محترمی که جلسه ولسی جرگه را کنترول میکرد، اونا گفت که موضوع باید تعقیب شد. چرا تعقیب نشد؟ وقتی که یاد در بسط یک کمیسون $3,000 میخواه، $3,000 در مقابل یک رای یک ولایت، شما فکر کنید که یک وزیر که رای استیضاح و عدم اعتماد باشه اونا پیسه نمیگیره؟ هم در پوست کنده و واضح بگیم که اوجا بیشتر از مسائل سیاسی اوجا مسائل مالی بسیار مطرح است. اکثر وارد نه تمامی وقت صاحب اوجا از شخصیت های ملی ما که سخت عقیده داریم اونا، سخت احترام داریم اونا، ولی آمده کسایی که از رئیس جمهور چندین هزار زمین جریب زمین گرفته که ما را به کوچا میتیم، ببینی که با کوچ رسیده رفته که ما نمیفهم که د میدان وردک با بازارا میتیم، او با بازارا رسیده هم زمین. حالا شما با توجه به حرفایی که مطرح میکنین شک دارین که اینا نمیتونن از جمله 11 وزیر حداقل 3 یا 4 تنش را رد صلاحیت کنن؟ ما برتر گفتم که می آینده از نظر اسلام ما و شما هم یک چیزی که به آینده آدم مطلق میگه و بسیار آدم یک رقم بی خبر از تمام امورات معلوم میشه. ولی شما اشاراتی به تجربه گذشته داشتید. تجربه سابقه میبینیم و فعلا وضعیت داخلی پارلمان هم میبینیم که اینا عطا به یک قادر نشده که اینا 11 وزیر به یک دفعه بخیر. چرا تمام کابینه رو خواستن میترن؟ چرا نمیخوای؟ ما که دیگه یک کمیسیون بسیار هستیم، 11 وزیر روز ما خودمون خواستیم که بیاین شما چرا نمیدین کمیسیون آمد حق ما است، حق ملت ما است که باید بیا با ما جوابگو است و جواب برای ما دادن که یک شب کنات نکردید. یک شب برتان میگم که یکی از وزیر صاحب چهارشنبه گذشته آمد وزیر صاحب عدلیه، گفتیم وزیر صاحب محترم عدلیه، شما میکنین که رد صلاحیت را بگذارن به جایش، اینا نمیتونن 11 وزیر را بخواین برای پارلمان؟
ما میگم که یا تمام کابینه را خواسته میتالم بدون رئیس جمهور بدون شما اشاره کردین که خب اینا نمیتونن این کارو انجام خود یک معامله است که یا 4 نفر میخواد به چه دلیل است وقتی که یا میخواد که استعزاز شوه همتون مرد واری قانون اساسی با یا صلاحیت ده بخواد نر واری پیش سوال کنه باز هم راگریشم غیر سری مستقیما بکنه که مردم ببینه کی را میته کی نمیته همکاران مشاوره میکنن که وقفه داریم پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد باز هم خوش آمدید شما بینده کنکاش هستید آقای جلال شما شنیدین که آقای نیلی گفتن که نمیشه استقلالیت تمام مجلس را زیر سوال برد اما شماری از امکان داره شماری از نمایندگان وجود داشته باشه که استقلالیت فکری نداشته باشه و نمیشه این اتهام را بر مجلس زد ببینید و یک نکته دیگر هم اشاره کردن که 11 وزیر اینا استیضاح میکنن اما امکان داره که رد صلاحیت تعداد کم شه کلش نه خوست طبیعی است باز تکرار میکنم که در صورت تکمیل تمام شرایط استضاء هر وزیری که است او سلب اعتماد میشه خلاص در صورت تکمیل شرایط استضاء و اگر در صورتی که شرایط تکمیل نشوه گفته از اینا در بین را وکیلا تصمیم بگیرن که ما از رای سلب اعتماد منصرف میشیم باز در او صورت طبیعی است که اینا سلب اعتماد نمیشوند اما اگر در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشه مبنی بر استضاء و او دلایل جواب قناعت بخش برای وکلا پیدا نکنه وکیل در استضاء سلب اعتماد میشه چی بباشه وزیر سلب اعتماد میشه ما ببینین اخلاقا یک تعداد دوستای ما در پارلمان است و آدمای بسیار محترم هستند اگر لیازی از اونا را نبینیم امی پارلمان هیچ استقلال نداره کدام پارلمان ببینین بیاین امی خود بازی نتیم آلی هم هدف استضاح دیروزم برای اصلاح نبوده هدف استضاح روز دیشنبه آینده برای اصلاح نیست فکر میکنین برای چیست؟ فقط هدف برای چیست؟ برای عزیز که یک مشت پول از بعضی از وزرا اگر وزیرا ندارن معاونین که وزیرا را پیشنهاد کردن رئیس جمهور یک تعدادی از اینا را میخواه از جیب معاونی رئیس جمهور معاونی رئیس جمهور و از جیب شخصی رئیس جمهور و یا بعضی وزیرایی که یک مقدار سرمایه جمع کردن از جیب خود وزیرا یک مشت پول به دست بیارن حالا چرا که آقای نیلی اشاره کردن نمیشه استقلالیت تمام مجلس کل مجلس را زیر سوال برد اونا اشاره میکنن که امکان داره شماری از نمایندگان وجود داشته باشه تکرار امیر ما گفتیم ببینین تکرار کردیم که در بین وکلا آدمای محترم وجود داره ما برشان احترام داریم حالا شما گفتین که اینمی بزرگوار که در پلوی ما ششته اما غالبا عمدتا استقلال ندارند یک تعدادی از اینا را معاون اول رئیس جمهور آورده یک تعداد شنا معاون دوم آورده یک تعداد شنا شخصی رئیس جمهور آورده مجلس استقلال نداره یا تنها شماری از نمایندگان نه حالا ببینین هم شمار در حدی است که اکثریت تشکیل میتن حالا همین وقتی که اکثریت میشه بعد شما اکثریت در حقیقت مجلس زیر سوال قرار دادن در این جای شک شبه نیست که افرادی شریف افرادی وطن دوست افرادی که میخوا قانون حاکمیت کنه و از منافع مردم دفاع میکنه انگشتشمار هستن ببینین فساد همه جا را فرا گرفته فساد داخل پارلمان هم شده در این جای شک شبه نیست همی کارها همی مفکورها بر بنیاد اصلاحات نیست کاش که اینا بخواهند که وزیرا را اصلاح کنن و وزیری که غیر قابل اصلاح است او را به استضاء رودرو کنن وزیری که در یک وزارت ناکام بوده باز رفته در وزارت دیگه است و هر باره که رئیس جمهور گپ میزنه از اون نقل قول میکنه حالا مشخصا آقای نیلی وزیر دفاع فعلی را اشاره میکنن که خب امکان داره یک فرد در مورد پلیس کار خوب انجام داده نتونه اما در مورد ارتش میتونه کار انجام بده یعنی گپ صحیح نیست امی آدم در وزارت دفاع ناکام بود در وزارت داخله هم ناکام بود امی آدم آلی در وزارت دفاع فعلا ناکام است آقای ببینین اینجا با کمال تاسف صداقت گم شده ما هممون دیپلماسی میکنیم ما هممون به ملت افغانستان و به مردم افغانستان چیزی را مطرح میکنیم که او واقعیت نداره حقیقت مسئله است که چند نفر وکیل چند نفر وزیر چند نفر والی تجارت کردن اینمی چوکیا را
سرقفلی دادن و در سر اینمی ملت بیچاره و مردم بیچاره و حکومت میگه. خیلی سپاس. آل که حیثیت افغانستان زیر سوال قرار گرفته، جامعه جهانی مردم افغانستان به کدام چشم میبینه، دولت افغانستان به کدام چشم میبینه، هیچ انتقادات ما و شما هم جایی رم نمیگیره و هیچ تاثیر مثبت متاسفانه نمیگذاره، خصوصا بالای کسایی که تصمیم گیرنده هستن. آقای نیلی، شما شنیدین که دلیل شما برای آقای جلال قناعت بخش نیست که یک فرد در یک جای خوب کار نکرد، امکان دارد در یک جای دیگر خوب کار کنه. نکته دوم گفتن که دلیل اصلی استیزا اون تصمیمی که شما بتونین نشان بتین که این وزرا کار نکردن اینا را استیزا میکنن، این نیست، فقط شما را از نمایندگان میخوان پول جمع آوری کنن با این کار خود. و نکته دومم اشاره کردن که شما برخلاف دیدگاه شما، اینا گفتن که تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان وجود دارن که اینا صادقانه برای مردم کار میکنن، دیگر در کل اکثریت تشکیل میدن کسانی را که حتی استقلال مجلس را زیر سوال میبرن. خب این دیدگاه و نظر جناب استاد هست، دیدگاه و نظر جناب استاد قابل قدره، شاید مطالعه‌ای که از دور داشته باشه این گونه بوده باشه، حتما دیدگاه متفاوته. استاد هم از ما تقاضا نکنه که ما دیدگاه ایشون رو داشته باشم، اما هم اصرار نداره که حتما استاد دیدگاه ما رو قبول بکنه. این دو تا دیدگاه، دو تا نظریه هستشون، دلایل خاص خود داره در این مورد، ما دلایل خاص خود داریم. در مورد خدمت شما عرض کنم که پارلمان یک اکثریت استقلال نداره، ما بازم موافق به این گپ نیستم، موافق به این گپ نیستیم که پارلمان افغانستان استقلال نداشته باشه. بله، با این گپ کاملا موافقم. در درون پارلمان افغانستان ایده کسانی هست که متاسفانه دست با معامله گری میزنه، آبروی عزت خانه ملت افغانستان که حالا این نکته را آقای جلال اشاره میکنن که این افراد در اکثریت است، بنان میشه گفت که پارلمان استقلال نداره. باز هم ما میگیم که ما موافق با دیدگاه استاد نیستم، ما نظر ایشون است، شاید به تحقیقات به جای رسیده باشه، استاد است، شاید واقعا تحقیقات علمی کرده باشه، عالمانه ای گپ بزنه، خب نظر خودش است، اما ما با این نظر موافق نیستیم که به اکثریت پارلمان گونه است. تعداد از وکلای پارلمان قابل دفاع نیست، ولی یک اکثریتش یقینا این گونه نیست. در مورد وزیر که اینا اشاره کرد، ضرورت نبود که اسم مش بگم، به هر حال میتونه مثلا گپ ما یک گپ مستدل بوده باشه، می که مثلا در یک بخش یک کسی موافق نبوده باشه، در بخش دیگه موافق باشه. استاد شاید در بخش استادی بسیار موافق بوده باشه، ولی در بخش یک کار دیگه همه کار استاد استاد نیست، در یک بخشی از در یک رشته ایشون شاید استاد بوده شده، تمام رشته ها استاد نیست. همچنین وزیر هم میتونه در یک رشته مثلا کار خوب بکنه، ولی در رشته دیگر کار درست انجام ندهه. این قضاوت کی بکنه؟ آیا یک نفر استاد میتونه بگه قضاوتی از ما همین چیزی که ما گفتیم، همه چیزی نمی چیزی که ما برداشت که موقت نیست؟ من این ادعا رو ندارم، ایشون هم نمیتونه ادعا رو بکنه. یک اکثریت پارلمان افغانستان که به ایشون رای داد، پس به این قضاوت ما موافق بوده که آدم اگه در وزارت داخله نبوده، در وزارت دفاع میتونه کار سی انجام بده. در مورد استیزا اینا اشاره کردن که هدف اصلی شما رو از نمایندگان مجلس با این کار جمع کردن پول است یا به دست آوردن پول است. باز گپ همون گپی است که خود گفتم دیدگاه استاد است، شاید در بین پارلمان واقعا این کارا بوده باشه تعدادی، اما این نیست که در تصمیم گیری پارلمان نگونه بوده باشه که استیزا را ما انجام بدیم به خاطر از اینکه حالا اجازه بدید که پول بگیریم. دیدگاه آقای زابلی را داشته باشیم که شما چه فکر میکنین که واقعا میخوان که اون آبروی مجلس را بجا کنن که اینا سال گذشته نتونستن 11 وزیر استیزا کنن، آل میخوان یه که شما موافق حرف آقای جلال هستین که شما رو کار انجام میده به خاطر از اینکه پول به دست بیارن. چیزی که جناب استاد گفت رو خب ما شما مستندمون یک مثال شمی را کردیم که وقتی که از خود یک ریسک میسون وز میشه تقاضا بکنه از وزیر خوبی خی میکنه چرا بیرونی پارلمان است، ولی بیان که ما شما با پالینیک بگیریم، اگه خدا کنه که یارا یک معجزه شوه، همین کار شوه، همین وزیرایی که قناتی اکثرات مجلس ولسی جرګه را اونا برآورده نکنه، اونا را رای ادم اعتماد برشان بتا اگر برآورده کرد که ما دیتو وزیرایی که 11 وزیر است یا 24 وزیر ما شما داریم، باور کنید که یک وزیر خوش ما نمیه، یک وزیر به منافع ملی ما شما نمیاندیشه. کدام وزیر با کدام تحصیلات همی وزیر دفاع که علی ما شما میگیم که در وزارت دفاع این موفقت جناب استاد شرکت، کدام کار افتکاری او شده که ما شما بگیم که وزارت دفاع کار نبودی که دفعه دو آمد همی افتکار کرد یک وزارت دفاع را وزارت دفاع ساخت بدون از اینکه موضوعات تعصبی دوجا پیش میره، موضوعات لسانی دوجا پیش میره، موضوعاتی است که جنرالای بسیار ورزده ما شما را در احتیاط میته، موضوعاتی رفاقت و تنظیمی زبیر پیش میشه. در مورد این تصمیم مجلس شما چه فکر میکنین که واقعا تلاش برای این صورت میگیره که 11 وزیر استیزا شوه تا پول بریزه و جیب شما را از
نمایندگان مجلس؟ گوش کنین، اگر با وقت ما به نظر خودم ما بیشتر مصمم بیم بودیم که یا ممکن یا کاری شایسته یا مثبت را انجام بده نمیده، به خاطر که یا یک اصلی بودجه را مد نظر گرفته. اقلا یا میگفت که این وزیر ما میبینیم که چقدر شخصیت عالی داره، چقدر تحصیلات داره، چقدر بی بود وزارت خود آورده، چقدر مردم از او خوش است، بدون از اینکه بودجه بیره کم مصرف شده میتونه که دزدیش کنه. بچش قرارداد بده دزدی شده میگه من 80% مصرف کردم. خیلی او وزیر مناسب شد. اوجا بعد علمی مسلکی هر وزارت که یا میخواد که بررسی شوه به خاطر استیزا قبل از اینکه استیزا شوه یکی دو ماه اونا بعد یک کمیسیونی بسیار میدانی را وزیفه میدان. دلیل استیزا را زیر سوال میبرین که نتونستن در سال 1391 وزیر بودجه توسعه خود را به مصرف یک مورد بسیار خوب مورد است. یک مورد است بسیار خوب مورد است همین بودجه، ولی تنها یک بودجه به نظر من کافی نیست. بسیاری گپا دیگه ده وجه است که اونا از تمام موارد شما میگین که سخت گیری شوه برای از اینکه کار خوب صورت بگیره. بسیار الله، چرا یک وزارت نفرای مستقی خود به تقاعد سوق میکنه و نفرای که او را میشناسه یا به حساب حزبی و تنظیمی و منطقوی است؟ حالا دوباره میخوام پرسش نخواست خود را تکرار کنم آقای زابلی، آنچه را که امروز مجلس میخواه انجام بده مخصوصا در دوشنبه آینده به خاطر اصلاح سازی در این وزارت هاست یا که امون چیزی که آقای جلال اشاره کردن که ادعای دنبال ما خود متقید به این نیستم نظر به تجربه گذشته، ولی مینیسی یک افغان ایره باید بگم که گلاس نیم پر از آب است. این را با فارینیک بگید خدا کنه که یا همون چیزایی که در سابق شده اونا را خط کش کنه، از سر ملی بیندشه و وزرایی که قابلیتی را اعتماد نداره از اونا بگیره. آقای جلال، شما شاید هستین که زمانی که سال گذشته مجلس طرح استیزا را تصویب کرد 4 وزیر حکومت افغانستان نفرستاد، گفتن که در اون زمان این وزرا وزیر نبودن در وزارت خانه ها. فکر میکنین که ای بار این 4 وزیر حکومت میفرستن؟ انتظار بکشیم ببینیم رای میکنه یا نمیکنه. با توجه به گذشته شما چه فکر میکنین؟ ما فکر میکنم که ما خو وکلا را انتقاد میکنیم و انتقادمون بجا است. ما خوارزو دارم که مردم افغانستان پند بگیره و در انتخابات آینده حق ناحق رای نده، فکر بکنن. امانت است، امانت ملی و عطا اعتقادی که می رای خود به کی بتن. امیدوار هستم دیگر رای خود به هر کس نتن، به شایسته ترین ها رای بتن که تا اونا از مردم افغانستان و از موکلینشان خوب نمایندگی کنن، آبرو حیثیت و وقار موکلینشان در نظر بگیرن، خواسته ها و نظریات و پیشنهادات موکلینشان در نظر بگیرن، در خدمت موکلین و در خدمت مردم افغانستان باشند، نه به کسایی رای بتن که اونا در فکر تجارت هستند، در فکر زراندوزی هستند و در فکر جمع کردن سرمایه است. ما وکیل را میشناختم که نان خورده نداشت، در تای اینمی پارلمان موتر زید گلوله میگرد سوار است میگردانه، بیا از کجا کده؟ این خو معاشش به اندازه نیست که این خانه هم بخره و باغ هم بخره و موتر زید گلوله هم بخره و از گذشته هم چندان سرمایه و دارایی هم نداشته. این خودش از هر می نشد. این حرفا را پیشتر هم مطرح کردین در مورد حکومت که اینجا شماره از نمایندگان مجلس هم نقد میکنن حکومت را که بارها طرحی را که به تصویب رساندن حکومت افغانستان به عنوان نهاد اجرایی اجرا نکردن و حالا مشخصا یک نمونیش عدم فرستادن 4 تن از وزراست. این بار شما چه فکر میکنین که اینا تصمیم گرفتن که 11 وزیر را به روز دوشنبه استیزا کنن؟ خب امکان داره که متباقی را بتونن به پارلمان بکشانن، 4 تن را چه فکر میکنی؟ حالا تو تصمیم داری که ما بگو بیا که از این وزرا وزیری تحصیلات عالی است که حمایتگرش هم مارشال فهیم سبا مرا از این پانتون بکشن؟ این مصیبت است در این مملکت. خودت کلی گپ میفهمی، ملت افغانستان هم میفهمه که در این کشور چی میگذره. اینجا 4 وزیر مطرح است، اینا را حکومت نفرسته یا نه؟ وزیر تحصیلات عالی است. من میگم که من دیگه چیز میگم، میگم که از خدا امیر رئیس جمهور بترسه و این معاون رئیس جمهور بترسه. اداره دولتی را خو فاسد ساختن، پارلمان هم فاسد نسازن. اگرچه من باورم است که پارلمان بسیار خراب کردن متاسفانه، اما یک تعداد مردمی شریفه که در او پارلمان مانده امون یک امیدی کلان است، امون هم یک امیدی کلان است. امیدوار هستم روز دوشنبه همین تعداد که تعدادشان محدود است و انگشت شمار است چنان موضوع ملی بگیرند که حتی پیروزی از آنی از اونا باشه. اما من باور ندارم
که بالاخره این اقلیت بتونه به این اکثریت تجارت پیشه در پارلمان موفق شوه و اگر موفق شون یک معجزه بسیار کلان است گفته آقای زابلی را ما به فالی نیکنیم. حالا فرض را برای بگیرین که باز هم حکومت افغانستان حاضر نشه که چهار وزیره که اونا دلایل خود را مطرح میکنن نفرستن، اینا چه ابزار را دارن که استفاده کنن و حکومت تحت فشار قرار بگیره تا اینا را بفرستن؟ اینا هیچ ابزار ندارن. به خاطر چی ابزار ندارن؟ با تمام احترامی که من با وکیل صاحب دارم که یکی از شخصیت‌های قابل قدر است، همگی میشناسنش. ببینین من استاد هستم، سبا سر محصیل امتحان دارم. من که یک روز پیش دو روز پیش که از محصیل نان بخورم باز از اون من امتحان گرفتن میتونم؟ تمام وزیرا پیش از این که به رایگیری برون دعوت میتن، همین وکیلا چرا میرون دعوت چرا میکنن؟ بسیار تشکر. به خودش نشان میده که اینا تصمیمی واقعا مطابق با آن چیزی که شایستگی پارلمان است و آرزوی مردم افغانستان است تصمیم گرفتن نمیتونند. اینطور است که خب اخلاقا باید وکیل صاحب دفاع کنه. بسیار تشکر. از یک تعداد اندیوالهای ضعیف هم که باشه باید اخلاقا دفاع کنه، اما حقیقت مسئله است که این پارلمان که خراب کرد، ریاست جمهوری، معاونین رئیس جمهور خرابش کرد، اما طور که کل ادارات مملکت خراب کردن، مملکت خراب کردن. شما امروز در شهر بازار برین محیط زیست صفر است. آقای جلال، آقای نیلی، شما چه فکر میکنین که ایبار شما تصمیم گرفتین که 11 وزیر را استیضاح کنین، باز هم قصه سال گذشته تکرار نخواهد شد؟ ما بازم صحبت این گناه آغاز مونم در این مرحله که ما به این باور هستم که بازم جناب رئیس جمهور 4 تا وزیر نخواهد فرستاد. به دلیل از اینکه دلیل همچنان دلیلی که او دوره داشت و دلیل سر جای خود باقی است که اونا دو دوره در از اون نهاد یا در از اون وزارت مثلا وزیر نبوده. حالا شما موافق حرف آقای جلال هستین که شما حالا ابزاری هم ندارین که رئیس جمهور تحت فشار قرار بدین که برازی که چارتن نبفرسته برشون؟ البته ابزار اگر بخواه پارلمان از صلاحیت های استفاده کنه. ما گپی استاد جلال گپی دکتر صاحب زابلی رد نمیکنه که در پارلمان افغانستان هیچ چیزایی که نامگاه وجود نداره، اما به چی پیمانه سر از با هم اختلاف داریم؟ ما در اصل قضیه موافق هستیم. اگر پارلمان بخواد صلاحیت خود استفاده کنه، خود رئیس جمهور هم طبق ماده 69 قانون اساسی میتونه بکشه خنش. این گونه نیست که صلاحیت نداشته باشه. میتونه مثلا وزرا را تمام بودجهش قطع کنه. وزیری که برای پارلمان افغانستان پاسخگو نبوده باشه میتونه بودجهش قطع کنه، که اصلا وزارت مثلا مورد نظری که نیامده حاضر نشه. به گونه مثال چرا در امو زمانی که حاضر نشد حکومت که 4 وزیر بر شما بفرسته از این ابزار استفاده نکرده؟ خب ببینید پارلمان تا حدود یک سر مثلا واقعیت‌ها رو میخواد درک کنه، یعنی به این معنی نیست که پارلمان میخواد یک سر واقعیت‌ها رو میخواد درک کنه. ویست که اگر در شرایط فعلی که هزاران مشکلات آقای نیلی درک میکنه به مسابه زیر سوال رفتن آبروی خود؟ نه، این بحث نیست که زیر در از اینه که ببینید دیدگاه ها هم متفاوته. بین عام مردم وقتی موضوع استضاح که مطرح میشه، عام مردم به این باور هست که وزیر سر صلاحیت باید خانق برگرده. وقتی که برنگشت میگه پارلمان استضاح شد، وزیر استضاح نتنیست، پارلمان استضاح شد. این گونه نیست. بازم دیگه ضرورت نداره که ما یک بار دیگه تکرار کنیم. حالا این مشخص است و حکومت افغانستان این حرف شما را خوبتر میفهمه که البته شما کار میکنین با حکومت افغانستان، حداقل بر امو مراحل ابتدایی استیضاح هم بر مجلس این چارتن را نفرستاده و شما در گذشته هم از ابزار که شما فکر میکنین که در دست دارین استفاده نکردین. من گفتم که پارلمان از تمام صلاحیت‌های خود استفاده نکرده. چرا نتونستن؟ خب بحث در از این مورد هم همون مشکلات در مورد استیضاح همون مشکلات برمیگرده در استفاده از صلاحیت‌ها. دیدگاه ها متفاوته. شاید بود دیدگاهی ما داشته باشین که اگر چنانچه وزیر سرپیچی کنه از آمدن در پارلمان افغانستان، ما صلاحیت داریم که بودجه و مثلا امکانه که در اختیار از او هسته قطع کنه، ولی شاید یکی دیگه از وکلای این گونه فکر نکنه. اما یک نکته دیگه مطرح میشه. زمانی که فساد در درون مجلس برملا میشه که از $30,000 آقای زابلی اشاره کرد، بعد این عوامل گفته میشه باعث میشه که شما این ابزار را نتونین بر رخ حکومت بکشین. بله، بارداشت ها این گونه است، ولی من فکر می‌کنم در مورد $30,000 هم که گفت جناب دکتر راست میگه، در درون پارلمان افغانستان موضوع مطرح شد و این تحت غور است. موضوع تحت غور است. ببینید شما در کمیسیون سمی شکایت، من فکر می‌کنم در حدود 18 20 نفر اعضای ولسی جرگی افغانستان عضویت داره، یک نفرش ادعا کرده و یکش تایید کرده. پس این به این معنا مفهوم است که در درون پارلمان افغانستان همه پولگیر نیست و همیشه مثلا بساری پول دوره میزنه که همش روی پول بوده باشه. یعنی ایران نمیپذیرن که موجودیت فساد و بعضی مسائل دیگر باعث شده که شما از اون ابزار نتونین به
مقابل حکومت افغانستان است. فساد وجود داره، اما به این پیمانه که نتونیم ما مثلا صلاحیت استفاده کنیم با این پیمانه وجود داره. سپاس. آقای زابلی، شما چه فکر میکنین که این بار چگونه برخورد میشه با پارلمان از جانب حکومت افغانستان؟ تن بر فرستادن 4 تن وزیر دیگر صورت میگیره داده میشه یا نه؟ نبضی ولسی جرگه را حکومت خوب پیدا کرده، اما آش و کاسه، اما رقم حکومت، اما رقم ولسی جرگیش. باز اما گپ خود تکرار میکنم که باز پیسه را تقسیم خواهد کرد و در جایی که با ما اطلاعات میرسه، ولی متاسفانه که باز مستند نیست که ما مشخص نامش میگیریم. اما شما شنیدین که آقای نیلی اشاره کردن که پارلمان افغانستان از اون صلاحیت هایی که داره به خاطر استفاده نمی کنه که امکان داره که منافع مردم در خطر باشه. منافع مردم ما چی تعریف کردن نتونستیم که منافع مردم در صورتی که یک ولسی جرگه صحبت های ما به جناب وکیس اینا یک نمونه ارائه کردن که میتونن بودجه یک وزارت قطع کنن و از داره چرا استفاده نمیشه از اون از خب اشاره کردن که به خاطر از اینکه منافع مردم در نظر گرفته میشه. متاسفانه ما با وکیس موافق نیستم، اگر یاب اعظمی صلاحیت پارلمان ولسی جرگه که قانون سوری یاد داده استفاده بکنه، ما به این مطمئن هستیم که حکومت دیگه دفعه با یا این پیش آمده که پول پیش میکنه یا بعض امتیازات پیش میکنه پای خود میکشه و میفهمه که ولسی جرگه سایم است، ولو که تعدادش کم است بسیار ملی میاندیشه، با فساد داری و با مسئله شخصی خود هیچ اعتنایی نمیکنه، اونا اصلاح خواهد شد. امی ولسی جرگه است که از 4 وزیر اینجا حکومت افغانستان هم سخت گیری کرده، پارلمان بنا به عاملی که شما یک از وزیر داخله است که ما برتان بگیم که البته وزیر تحصیلات، وزیر داخله، وزیر دفاع و شهرسازی. به طور مثال یک وزیر داخله است، تو رو به خدا دامی میره بشر کود نفر کشته شد توسط همین قماندانی که سرش داست و نظمی آما ما دا کمیسون خواستیم ایچ دلیل نداشت. این وزیر داخل است که قاتل هایی که صد نفر سرش شاید است او را گرفتار کرده نمیتن. همین وزیر داخل است که باز رئیس جمهوری را با استعزال نمیمانه؟ نه خود وزیر که پس که حکومت نمیخواه که اصلاح بیه بسار کتا در آخر روز 4 تن باز هم فرستاده نمیشه نخواد شد. خیلی سپاس از حضورتان در این بس و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش.